بسم الله الرحمن الرحيم. رياضي صنف هفتم، درس ششم، اتحاد ستها. به انگلیسی Union of Sets، یونین اتحاد میگن. به طور مثال ما اگه داشته باشیم، فرض کنیم ست شاگردان صنف هفتم و در این صنف فکر کنیم صرف پنج شاگرد یا شش شاگرد باشند. این شش شاگرد ما به نام های هر یک فائق، خالد، فاروق، هارون، مصور و سلیمان هستن. و این ست ما نام میمانیم ست A. و از این شاگردان صنف هفته هم یکی دادش در تیم فوتبال است. کی باشن؟ فائق و خالد و فاروق. و تعداد و ای سده ما نام میمانیم سده بی. و تعداد دیگه شاگرده در سده اینا در تیم والیبال هستن که از جمله فاروق هم در سطح تیم فوتبال است، هم در تیم والیبال. فاروق، هارون، مصور و سلیمان. و این سطح ما نام میمانیم سطح سی. خب در این مثال ما ست A ما که تمام شاگردان صنف هفتم هستند و ست B ما بعضی شاگردان صنف هفتم در تیم فوتبال و ست C ما که بعضی شاگردان صنف هفتم در تیم والیبال و در بین تیم و در بین اینها فاروق هم در تیم فوتبال است و هم در تیم والیبال هستند. و اگر بخوایم که اتحادی دو ست B و ست C را پیدا کنیم، اتحاد ست B و ست C سده A هستن. یعنی A مساوی میشه به B اتحاد یا نام اتحاد یا یونین اتحاد C. یعنی اگر ما ست B و C رو با هم یک جا کنیم که تیم فوتبال و تیم والیبال هستن، اینا تمام اینا تشکیل میتن سده شاگردان صنف هفتم تشکیل میتن. اینه میگن اتحاد ست ها. و میتون اگر ما مثال دیگری با شما کار کنم که مثال فکر کنیم که ما داشته باشیم ست او مساوی باشه به یک، دو، سه، چهار، پنج و دیگر ست ما باشه بی مساوی باشه به سه، هشت، نو، ده، یازده، دوازده. اتحاد ست او و پی ما مساوی میشه به یک، دو، سه. سه را صرف یک بار میگیریم چرا که در دوش مشترک هستن. چهار، پنج، هشت، نو، ده، یازده، دوازده. چی شد؟ اتحاد ست او و پی متشکل از عناصری هست که تمام عناصر ست او و پی دو شامل باشد. یا اتحاد ست او پی ستی است که تمام عناصر ست او و پی دو شامل باشد. مثل که اتحاد ست بی و سی ست ای است که تمام عناصرش کمی شاگردان ست تیم والیبال و تیم فوتبال است دو شامل هستند. به همین ترتیب ما اگر داشته باشیم که
جی مساوی باشه با 80 90 100 110 و دیگر ست ما باشد هیچ مساوی باشه با 120 130 140 در صورت اتحاد ست جی و اچ ما مساوی می شود تمام عناصری که در ست جی و در ست اچ است همیشه می نویسیم 80 90 100 110 120 130 و 140 یعنی میگن اتحاد ست جی و اچ. یک مثال آخری کار میکنیم. که در این مثال ما میخواییم که خاصیت اتحادی عملی اتحاد رو نشان بدیم. فرض کنیم ما داشته باشیم ست A مساوی باشه با A, B, C ست B مساوی باشه با B و ست C مساوی باشه با A. بخواهیم که اتحاد ست A B و C را پیدا کنیم. در اینجا اول ما چی میکنیم؟ ما میتونیم که اول اتحاد B و C را پیدا کنیم، بعدا نتیجه از را با ست A مقایسه کرده و اتحاد ست A و اتحاد ست B و C را پیدا کنیم. و یک اول به این ترتیب ناشته کنیم که اول A و B را اتحاد پیدا کنیم، بعد از اون مقایسه میکنیم با ست C و اتحاد نتیجه زیر با C مقایسه کرده اتحاد از رو پیدا میکنیم. هر دوی زیر با ما این نتیجه رو میتن. فرض کنیم اتحاد A ما اول A رو ما نشته میکنیم. خب بخواییم به ایتری خلق کنیم، اول نشان میکنیم A ما ست A B C اتحاد B و C را اتحاد چی میشه؟ ست B و A میشه و اتحاد ست A B C و A B ما مساوی به خود ست A B و C رسیم. و امیر ما قسم که گفتیم میتونیم که اول اتحاد A و B را پیدا کنیم، بعد مقایسه کنیم با اتحاد با ست C و اتحاد از با C پیدا کنیم. این خاصیت میگن خاصیت اتحادی عملی اتحاد ست.